سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به پیشینه وزیر اطلاع رسانی لبنان پرداخته ایم که چنان که می‌دانیم عامل و علت اصلی بحران در روابط لبنان با عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج فارس است این بحران در حالی رخ می دهد که نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان برای جان به اقتصاد ورشکسته کشورش نیاز فوری و ضروری به کمک های مالی و اقتصادی آن کشورها دارد بحران روز دوشنبه 25 اکتبر با پخش سخنان جورج گرداهی وزیر اطلاع رسانی لبنان از شبکه تلویزیونی الجزیره بر ضد مداخله نظامی عربستان سعودی و همپیمانانش در یمن آغاز شد البته وزیر اطلاع رسانی لبنان آن سخنان را در پنج اوت گذشته پیش از انتصابش به این سمت در یک برنامه تلویزیونی بر زبان رانده بود چهارشنبه گذشته کشورهای ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از قرداهی خواستند رسما عذرخواهی کند و او در پاسخ گفت هیچ کس حق ندارد برای ما تکلیف تعیین کند روز شنبه سی اکتبر نیز سه نخست وزیر پیشین لبنان از قرداهی خواستند استفاده دهد اما او در مصاحبه با تلویزیون خصوصی الجزیر گفت هرگز این کار را نخواهد کرد به نظر میرسد عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس منتظر فرصت بودند تا روابطشان را با دولت کنونی لبنان قطع کنند روز جمعه 29 اکتبر وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیه ای اعلام کرد که سفیر خود را برای رایزنی از لبنان فراخوانده و از سفیر لبنان نیز خواسته است در عرض 48 ساعت خاک عربستان سعودی را ترک کند عربستان سعودی همچنین تصمیم گرفته است تمامی واردات خود را از لبنان متوقف کند روز یک شنبه 31 اکتبر بحرین و کویت و نیز امارات متحده عربی به نشانه همبستگی با عربستان سعودی سفیران خود را از لبنان فراخواندند. روز یکشنبه وزیر امور خارجه عربستان سعودی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه گفت میان لبنان و عربستان سعودی بحرانی وجود نداشت بحران کنونی در واقع بحران داخلی لبنان است و این بحران نتیجه سیادت ایران بر لبنان است او افسود تسلط حزب الله بر نظام سیاسی لبنان ما را نگران می کند بنابراین تعامل ما و دیگر کشورهای خلیج فارس با این کشور بیهوده است او در مصاحبه با تلویزیون CNBC گفت برای ما سخنان وزیر اطلاع رسانی لبنان معنایی فراتر از اظهار نظر صرف یک وزیر دارد و نشان دهنده وضعیت و شرایط کنونی لبنان است و اما چه نسبتی میان حزب الله و وزیر اطلاع رسانی لبنان وجود دارد میدانیم که حزب الله پشتیبان سیاست های جمهوری اسلامی ایران در منطقه از جمله در یمن است در 25 آوریل گذشته سایت العربیه نوشت حزب الله عناصر حوسی را در اردوگاههایش در البقاع شمالی و جنوب لبنان آموزش نظامی می‌دهد اما دولت لبنان به این موضوع اعتنایی می کند. جورج قرداهی پیش از آن که به وزارت اطلاع رسانی منصوب شود مجری برنامه های پسند تلویزیونی در آن کشور بود و به همین سبب در میان لبنانی ها دوستداران زیادی دارد او مسیحی مارونیست و هفتاد و یک سال دارد شاید افکار سیاسی او در زمانی که مجری برنامه های تلویزیونی بود چندان اهمیتی نداشت اما از زمانی که وزیر شده اهمیتی دوچندان یافته است قرداهی از تحسین کنندگان بشار اسد است او اسد را شخصیت برجسته سال 2018 معرفی کرد و گفت که سرسختی و پشتکار اسد نه تنها سوریه بلکه لبنان و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس را نجات داد مخالفان قرداهی میپرسند چگونه ممکن است یک لبنانی مارونی از رهبری مانند بشار اسد این چنین ستایش کند رهبری که هزاران تن از غیرنظامیان سوری را در حملات شیمیاییش نابود کرده و صدها هزار تن از هموطنان بیگناهش را آواره کرده است قرداهی همچنین در یک برنامه زنده تلویزیونی از حسن نصرالله رهبر حزب الله با تحسین یاد کرده و عمل کرده او را در حمایت از مقاومت فلسطین قهرمانانه خوانده است او در آن برنامه گفته است به رغم اختلاف مذهب حسن نصرالله الله نماینده گوشت و خون من است قرداهی در سال 2015 به ایران سفر کرد تا با علی خامنه‌ای درباره مسائل گوناگون جهان اسلام به ویژه اوضاع سوریه و بهار عربی گفتگو کند او پس از دیدار با خامنه ای و فشردن دست او گفت که هنگام فشردن دست رهبر جمهوری اسلامی به یاد فشردن دست روح الله خمینی در سال 1979 افتاد عکس های دیدار او را با خامنه ای در شبکه های اجتماعی منتشر کردند قرداهی به رغم آنکه که وابسته به جماعت مارونی لبنان است در طرفداری از حزب الله و سیادت آن بر حیات سیاسی لبنان سنگ تمام گذاشته تا جایی که میشل اون رئیس جمهور مارونی آن کشور را نیز به باد انتقاد گرفته است در سپتامبر 2020 در یک کنفرانس مطبوعاتی خبرنگاری از میشل اون پرسید با توجه به بحرانهای فراوانی که لبنان با آنها دست و پنجه نرم می کند این کشور به کجا می رود؟ میشل اون پاسخ داد لبنان به جهنم می رود قرداهی پس از منصوب شدنش به وزارت در نخستین سخنرانی غیر رسمیش به این جمله اشاره کرد و گفت بعضی ها باید از کشاندن لبنان به سوی جهنم دست بردارند و اگر اصرار دارند خودشان به جهنم بروند عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج فارس با توجه به چنین پیشینه است که حضور قرداهی را در دولت کنونی لبنان بر نمیتابند